سلام علیکم پدران مادران برادران خواهران دوستان مهاجران مظلومین و مبارزای وطن. امروز البته باعث افتخار است که پیر جوان ها هموطنان ما توجهی خاص دارند به سیاست و تنوری و در پی تلاش کوشش های پیدا کردن اخبارات و مشکلات های هستند که رب داره به مردم و وطن ما تاجیکستان. راه انتخاب کرده شما باعث ناراحتی و سرنگون کردن رژیم ظالم دیکتاتوری رحمانوف است. خوب میدانید که وای را البته خود رژیم هم درک میکنه که پایان این کار یعنی که پیروزی دور نیست انشاءالله. رحمانوف اگر که شما نظر کنین از احساسات بلند دست پخورده شده دست به کارهای میزنه که در عقل انسانی راست نمیان. امروزا فشار میاره بالای عزیزای مبارزین. بعد از فشارهای زیاد دیروز مادر یک از مبارزان راه آزادی فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عبدالصمد عبدالستاروف از دنیا چشم پوشیدند. این برادر مبارز باشه امروزها در ورشو قرار داره و برابر دیگر مبارزان فعالیت میکنه. از نقل برادران شاهدانی که اونجا حضور دارند وقتی که به این برادر خبر شهادت مادر رساندند به اشک چشمش باز در همو قطار دیگر برادران مبارز ایستاد کرد. یاد اومد عیناً همین خیلی یک حادثه دیگر بود بالای یکی از برادرای مبارز دیگرمون خرسنجان نجم الدین و فعال گروه 24 که ماه فوریه روز 23 هم هنگامی که ما تصمیم گرفته بودیم تظاهرات بگذارونیم در 7 دولت و از آن جمله در او دولتی که برادرمون قرار داشت. وقتی صبح پیش از تظاهرات به برادر خرسنمون همدردی بیان کردم نسبت فوت پدرشون و برادر در جواب گفت که تقدیر همی است گفت. مبارزه ادامه داره و من در صف هستم. امروز در تظاهرات اشتراک میکنم برابر دیگر برادرای مبارز. واقعا همین درد بزرگ است. گرچنده که میفهمیم هر یک انسان چشنده مرگ است. کسی ای فرار کردن نمیتونه. لیکن به هر حال خیلی تلخه. نفری که اگر که شخصی عزیزش از دست داده باشه این درد برادرها را خوب درک کرده میتونه. و این هم واقعا خیلی مردی هست که با بتونی که در این وضعیت استاد کنی. از نام خودم از نام شما مبارزان ایزای همدردی بیان میکنم و برادر عبدالصمد الله دنیای آخرت مادر آباد و جنت الفردوس نصیب شما بگردونن. آمین. وقتی که شخص مادرش از دنیا چشم میپوشه شخص مادرش وقتی از دست میته همگان به او البته اظهار همدردی بیان میکنن تسلاش میتن همدردیش باید میکنن چونکه قانون طبیعت های هر یک نفر چشنده مرگ های وطن باشه در همه جا و به همه زبان به مادر قیاس میکنن. وقتی که تو وطن تا میفروشی از دست میتی ترا وطن فروش نامد میگیره کسی ترا تسلی نمیته کسی همدردی بیان نمیکنه. ما امروز به این برادرها فخر میکنیم که نام اونا در قطار وطن فروشان است. نام اینا در قطار نفرای هسته که میخوان وطن را حفظ کنن. وطن مادری که میگه میخوان او را حفظ کنن نه اینکه بفروشنش. هر یک هموطنی که ما را میشنوه مطمئن باشین که ما خیر شما را میخواهیم. ما خیر نفر را میخواهیم که زیر ظلمن. ما میخواهیم دست اونا را بگیرین. نفرایی که در وسط مونده نمیدونین کجا را اختیار کنین رژیم امروز را یا مبارزا را مطمئن باشین ما نیستیم اون نفرایی که رژیم امروز ما را به بدنامی معرفی میکنه. ما اون نفرا نیستیم. و خیلی که رژیم امروز ما را معرفی میکنه بدنامی میکنه ما اون نفرا نیستیم. ما فرزندای تاجیکستان هرگز نارامی وطن مون را نخواستیم و نمیخواهیم. همه کوشش ما حرکت ما برای از دست ندادن وطن های برای حفظ کردن ننگ ناموس های در شما حتی شک نکنیم. ما آباد بدن شما را میخواهیم. ما میخواهیم که شما سربلندانه زندگی کنین. ما میخواهیم که فرزندای شما مادرها و پدراتون در نزدتون باشه. ما میخواهیم شما مردم تاجیکستان در کنار عزیزاتون باشین در وقت تلخی و شیرینی حیات و یک دیگر را دستگیری کنه.
مو نمی خواهیم دوری فرزند ای مادر، نمی خواهیم دوری جوان مرد ای همسرش، نمی خواهیم دوری مادری را از طفلش به ماها و سالها. مو نمی خواهیم که مادر فرزند چه بورد جای مونه، یتیم خانه مونه، یا که نزد دیگر مونه بگم مون من از پای لقمه نون برم. مو نمی خواهیم که چشمای شما همه وقت طرف دروازه در انتظار عزیزاتان باشد. ما خوشبختی و سربلندی شما را می خواهیم. می خواهیم خانه شما آباد باشد. برای هر یک شخص عزیزترین، محبوبترین، قیمتترین مکان ای خانه شد. خانه که استقامت میکنه، خانه که بابایه رسیده. یعنی شخص در کره زمین صاحب یک پارچه زمین است. صاحب ملک مکان خودشه داره. کوشش ما این است که شما خانه آباد باشین. هر یک شخصی که وقتی از خانهش بیرون میشوه، او در کوچه و یا جای کار به کدام طب راهیه میبرایه، این وابستگی داره از محیط خانهش. وابستگی داره از اونه که در کدام حالت قرار داره فضای خانه شما. از لحاظ اقتصادی باشه، امنیتی باشه، علمی باشه، از هر چیزی که باشه. شما به کدام طب بیرون میبروین، این وابستگی داره از حالت خانه شما. هر یک دستاورده که شما دارین، از اون خانه چند نفر صاحب معلومات عالیه، جای کاری خوب داشتن نداشتنش، چگونه تربیت داشتنش، از روی همون دستاورده و یا کمبودی ها شما میتونین که معرفی کنه خانه خودتان در کوچه و منطقه و محفل و جای کار و دانشگاه و بمثل دیگر مکانه ده. هر یک خانه یا اویله البته سرداری داره، نفری که در زندگی راهنمایی میکنه، میخوانونه، تعلیم آداب میته، وقتی خچه صرف میکنه برای استوار نگاه داشتن همین منزل زیست، برای حفظ آبروی اویله، برای بهبود کردن وضعیت اقتصادی، برای به قله های بلند رساندن نورسانی همون اویله، تا که در آینده نامی نیک بمونه از اولاد، تا آبروشون از دست نتن، صاحب عزت و حرمت باشن در منطقه ای که قرار دارن. سردار اویله اگر شخصی بناموس باشه، اهل اویله میتونه که سربلندانه زندگی بکنن. اگر که سردار اویله شخصی سرخوش و جاهل و بناموس باشه، او اویله در جمعیت جای هم پیدا کرده نمیتونه، صاحب علم ادب عزت و حرمت هم نمیشوه، و حتی عاقبت کار به جای میرسه که همو خونه هم از دست میروه. یا شما میتونه که پیش نظر بیارین، از اویله هایی که در اون منطقه زندگی میکنین مقایسه کنین. یکی بعضن حالت های میشوه، نه همه وقت خونه به نابودی میروه در حالت بیمسئولیتی سروری اویله. بعضن حالت های میشوه که فرزند خونه میبینه سردار خانه از عهده کار نمیبرایه، ناموس میکنه به دست خودش میگیره، مسئولیتی خانه را به دست خودش میگیره که تا خانه به نیستی نروه یا که بی‌شرفی نشوه، از بی‌شرفی نگاه میداره. بله، باید درک کرد که در خانه ای که تو زندگی میکنی، نوابسته از اونی که تو در او خانه پسری، پدری، برادری، جیانی، کسی که نباشی، در گردن تو قرض است دفاع و تامین افراد اویله، حفظ کردن او خانه، حفظ کردن ناموس اویله، بی در گردن تو قرض است. خلاص هر دستاورده که ما داریم در کوچه معرفی میکنیم اویله و خانه خودمونه. با او دستاورده، با او عقل تمیز و آداب رفتارمون در کوچه، مردم اویله و خانه مورا به هم میتن. میگن که فرزند فلانی آدابی خوب داره، یا علمش خوب بود، یا خوب است، یا که هنرمند است، یا که همتن با میتونم بگنند که بد اخلاق، بدبوی، فحشی، مستی، دزدی و غیر استی. وقتی در کوچه برامدی یک کار کرد، اگر یک کس نشناسه اهمیت دادگی، از یک کس میپرسه که همین فلانی فرزندی کی است. خلاص از هر یک عملی ما خونه ما بهو میگیره.
پس ما باید خونه خودمونه، شرف و ناموس خودمونه نگه بداریم. وقتی دیدیم سردار خونه از او خدا کنترل نمی برایه، کنترل کرده نمی تونه خونه را و خونه ما را که بنیستی می بره، نباید که ما چهارزانو زده بشینیم. ناموس نباید ما ایدس بتیم. وقتی که ما در وطن هستیم و در کوچه چه خیلی که خونه مون معرفی کنیم، همین خیل وقتی ما در خارج هستیم معرفی میکنیم وطن خودمونه. و از هر یک عملی ما بها میگیره وطن مون. وقتی که ما خارج ده باشیم، ما را نمیگن که فرزند کی است، این خیلی نمیپرسند. ما را میپرسند که ملتش چی است، شهروند کدام دولت است. و هر کاری که ما میگیریم وطن ما، مردم ما بها میگیره از همین حرکت های ما. در خونه وقتی سردار اویله مسئولیتی را پیش برده نمیتونه، یکی از فرزندو مسئولیتی را به دست خودش میگیره. و ما هم امروز میبینیم وطن ما در نفرای مسئول وطن ما را ای سرشون موندن، با این راه با این سیاست چون وطن ما را به نیستی بردستن، ما را شرمنده کردستن، مردم ما را باعث تحقیر و مسخره کردن. نباید که ما ساکت باشیم. قیام امروزه جوان ها همی بود که دیگر اعتماد به کسی نکردن. دیگر نگفتن که بیا منتظر یگان معلم داملا و سیاستمدار و وزیر و جنرال باشیم یا ادمیرال. خیلی منتظر شدن، جوان ها نگاه کردن گفتن ما مسئولا داریم، خب بگذار همونو بکنن، این مسئولیتی ما نیست. یکی دیدن نشید بلاخیر امروز جوان ها خیستن به دست خود گرفتن. خدا رحمت مغفرت کنه حاجی را، وقتی که همراهش صحبت میکردیم، حاجی عمر را در نظر دارم، حاجی عمر نقل میکنه میگه وقتی که من آمدم، میگه با خودم کمی مبلغ داشت، میگه من حتی در داخل تاجیکستان با چندی نفر را آمدم، کسی نخواست مرا بشنوه. در داخل میگه تاجیکستان من با چندی نفرای معروف برآمدم، صحبت ها کردم، گفتم خب من دور مبلغ دارم، مقصد مبلغ گذار میکنم، نفری در کره، پیشوای در کره که ببروی مردم در اطرافش جمع کنه. میگه کس مرا شنویدن نخواست. و وقتی که از اونجا میبروی سفر میکنه بیرون، در اونجا هم کسی نمیخواه و حتی نفری هم پیدا میشه که میگه بله من سیاست مدارم، قطع کار نمیکنم، حتی خیلی نفر رو پیدا میشون، میگه بله من در همین رو رفتستم، قطعی تو نه. بلاخیر کار در جای اومد که برامد با اسلوب دیگه در داخل میدان برامد، نارازد، همه مسئولیتی را در گردن خودش گرفت. وقتی دید نفرایی که ما با اونا اعتماد کردگیم که وطن ما را اونا کنترل میکنن، وقتی دید که نمیشوه، همه خود قفا کشید، برامد در میدان، گفت من خودم مسئول، مسئولیتی را گرفت به عهده خودش. تنها برآمد نعره زد، یک دو نفری که در گرد اطراف جوگه شدگی بودن، در هیچ جا بیان نعره زدگیش نابود شدن، گرفتن. یک نعره که زد گرفتن، همه خیانت شکرد، گرفت از پهلوش رفت، مون تا قمون، یکان که در اطرافش نمون. حاج عمر به مردم نشان داد که رحمان و مقدس دخل نپذیر نیست، نشان داد که میشوش تغییر کرده، میشوه بزیدش گب زده. حرکتو از کوچه ها شروع شد و سرول بسیاری ها شک کردن. خودی حاجی عمر وقتی گب می زدن می گفتن این نفری همو رژیم های این کاری کگبی های صد بدنامیش می براوردن. پس آن بعد از اون زندانی های که شیش برامد از دیگر جو از سال 2014 شروع کرد، با جوان ها که براوردن با همه گپ ها را می گفتن، اینا درست پس نابود می شوند، همه شک می کرد. یکی استوار ماندن جوان ها، قدم به قدم حرکت دارن. کسی مجبور نمیکرد ما را، کسی به ما گپ نشان نمیداد، کسی به ما برنامه نمیداد. چیزی که بود خودمون هر شب میشتیم در خونه یگون برادر و صحبت میکردیم، نقشه میکشیدیم، حرکت میکردیم. البته خبردار هستی نوارو را دیدگین، لیکن چی روزای وزمین بود در او چهرهایی که میخندیدن، تبسم میکردن، چی جانبازی ها بود. او را نفری که نوارو تماشا میکنه درک کردن نمیتونه، نمیدونن که چی جانبازی ها گذشته که به دوجه، نمیدونن که بعد اعلان 10 اکتبر چی وزمین ها آمد بالای اون نفرهایی که جاناشون در کفای دوستشون در میدان ها برامده بدن.
یکی به لطف اعلی تانستیم که وزم اینا را بگذاریم، اینا را پشت سر کنیم. باید درک که واقعا وزم این بد. من امروز گفتنی نیستم که وزمینی ها تمام شد ما همه را پشتی سر کرده، نه، شاید از پیش و وزمینی های صد برابر از این زیاد از پیش ما را انتظار باشد. گپ در او است که تانیستن جوان ها که استاد کنن اینا را بگذارن. امروز اون نفرهایی که شما شک میکردین و لاف میزدین که رحمان و فیاره درست پس ما بود میکنه و یا بعد ای فشار آوردن ای مبارزه دست میکشن، ببینین تا امروز دست نکشیدیم ای مبارزه و نمیکشیم. تا حاضر در گوشای ما صدا آواز میتهد، صدا یک جوان در گوشام تا حاضر صداش هست، چهرش همه وقت در پیش رو مای. من نمیدانم برای چی همه قدر که گشتم که جای یک جوان آمد خواست چهرش همه وقت در پیش رو مای. یک جوان مرد در اکاترینبورگ بود، آوی چشم کرده گفت گو برادر التماس از راه نگردین، گفت ما را تنها نمونین. ما قسم یاد کردیم که هیچ وقت از راه ما نمیگردیم. حتی یک ثانیه هم فکر دست کشیدن این مبارزه را کردگی نیستیم. تا این روز استوار حرکت ما رفته است. از روزی که کنفرانس ورشو شروع شد زیاد سوال میکنن. من میخوام یک بار به می سوال جواب بدم که زیاد سوال شد، زیاد سوال میکنن که برادر شم برای چی شما اشتراک ندارین در کنفرانس. ما در این کنفرانس برادر ها 10 نفر از گروه 24 نام نویس کردیم برای اشتراک. کسی را که پیشنهاد کردیم قبول شدن و از این هم زیادتر ما امکانیت وارد کردن داشتیم. از همه ترکیه هم میتونستم که دیگر برادر ها مثال برادر نسیم محمد صابر و دیگر برادر هایی که هستن اشتراک کنن. نه که از روی برنامه ما همین 10 نفر کفایه بود. در او نشستم مثال اشتراک نکردن ما برنامه ما را تغییر نمیده. ما هر یک اقدام و برنامه در بین میمونیم. البته وضعیت اقتصادی مون هم به نظر میگیریم. انشاءالله که خوب است. شما خودتان مشاهده دارین که چیگونه برآمدا دارن مبارزا. خلاص هر روز از شروع شدن کنفرانس تا انجام شدنش مستقیم در تماس هستم با برادر حسین و یگان سوال روز در اون نشست اگر که پیش ببروید به مصلحت در جاش با برنامه گذاری میکنیم. امروز در اون نشست 10 نفر روان کردیم با راهبری برادر حسین و فردا که باز یک نشست دیگر گذشت و در دیگر دولت مثال که بگذاره یکم برنامه گیر با روان میکنیم مسئول مثال برادر نسیم یا که برادر حاجی علی را محمد جان عبدالله را عادل هر یک برادر مونه میتونیم که با ما مسئول یک کمانده کدر یا نفر هم نور مسئول مونیم و روان کنیم. در این سوال یک صحبت به یادم اومد با حاجی عمر خدا رحمت مغفرت جان کنه، تقریبا شاید تکراری شود. 3 هفته پیش از شهادتش یک سرجم شدگی بودیم و نمیدونم از چی حساب بود که گفت اگر یکم مشکلاتی که بالای مسجد یکم گفت پیشید گفت خب برادر شم گفت راهبرتون میشه در اطرافش بمونین و خب بعضن بعد سوالاش گفت اگر بعد هیچ کار کنیم حاجی گفت که برین پشت خانواتون زندگی کنین اگر که یم نشید. بعد همجا من حاجی را گشتم گفتم که حاجی خدای نکنه که یکم چیزت بشه رفتم برفتن نه که برفتن خدات یا برفتن من مبارزه تمام نمیشه رفتم مگر ما وقتی که نابود بشیم تمام نمیشود. امروز هم من در همو گپم هستم. حاجی را خدا رحمتش کنه بهترین خدمت کرد، مردم را بیدار کرد، کاری را کرد که هیچ کس تاوی را کردگی نبود. این قدر جوانو را بعد ای خودش در خدمت مردم در راه آزادی آماده کرد و در این راه خودش جان داد. و اگر امروز هم من جان بتم یا که پگه با 500 تا دیگه مواری جانبته این مبارزه تمام نمیشود. هر یک برادر مبارز میتونه که با مسئولیتی را در دستش بگیره دوام به مبارزه را. پایان این کار پیروزی مردم ان شاء الله. مکتب ما، تعلیم ما هر یک مبارز برای مسئول بدن تیار کردن است. مکتب ما هر یک مبارزه تیار میکنه برای مسئولیت شناس بدن، برای تانیستن راهنمایی کردن. دین روز از تنایف در همینجا شب روز صحبت میکرد. بعضن وقتا یکم امنیو میبرامدن سنگش میزدن میگفتن مونده نشیده همینجا میشینی تا گپ زده یکم عمل نمیکنی تا
هفته دیگه کار نداری. امروز چی میگن به استانایف؟ امروز در یک تالار قرار داره که نماینده های رژیم رحمانوف میبیننش راه گریز میکنن. این رژیم مظلوم از ظلم میکنه، طرفش داد میزنه، تحقیرش میکنه، نکی مبارزه میبینه میلرزه. ایره شما با چشماتون دیدین. تا امروز از رژیم بالای یگان مهاجر شکایت بردگیه؟ نه. گفت که فلان مهاجر مرا اذیت میکنه، بگیرینش. نه. با یک چلیکش یک امضاش قطع کنترل میکنه. کدامی که غلامی را اختیار کردین؟ نکی همین نفرایی که در تاجیکستان تا پیش یاد رومدن 15 تا در 15 تا محافظ میگذری، دیروز در اوبسه شکایت کردن بالای برادرای مبارز، خصوصا بالای استانایف که ما رقمون میتن. و امروز عاقبت ترک امون نشست کردن. شرمنده تو چی وطن فروش کسی فکر کردی که استانایف تره در حالتی دن باید میرفت از پیشانیت بوسد میکرد؟ تو نفری که وطن فروشی بود را میرفت آغوش رو میگرد و طرفی تا تبسم میکرد؟ چرا معلوم شد که کیا کی هستن؟ با چرا نظر کنین میبینین کی میدرخشه و کی خجالت زده ای؟ امروزی رژیم نتونست که در مکر بدرو را مباریز را نتونست مکرش را گذارونده، نتونست که ما و شما را مهری تروریستی و اکسترمیستی بزنه. با یوم اثر نشید، امروز راه دیگر با پیش گرفته ای. ستودنت ها را پیش میدرورا. ما شما را ماهی دکبر سالی گذشته 2015 گفته بودیم، خبردار کرده بودیم که از سال نو این رژیم امروز برنامه های نو داره، ستودنت ها را در مقابل ما تیار میکنن. ما را در سال گذشته در برنامه من گفته بودیم، این اخبار را داشتیم. ستودنت ها را میخواهن که در بین بدرورانو خچان تماشابین مونن، میخواهن که ما را کشتر بکشتر کنن همراه جوانا. امروز خانه مبارزا را رفتن تا مادرها تا کودکای اونا را اذیت میکنن. ما این چیزا را فقط در فیلم ها میدیدیم. ها بندی تا میدیدی که دختر یک کس از علاج نمیگیره، کودک یک کس میگیره در حالتی که زورش میاد بعد کور در تای معنی یک کس میمونه. ما هم کسا چی میفتیم؟ میفتیم نامرتبی لعنتش میخونیم. حالا کو کینای اکتیورای امروز ما این را واقعا دیدستیم، در ریالی دیدستیم، روی راست تمام دنیا دیدستیم، مشاهده کردستیم. دیرکتر تلویزیونی کلوب سفرعلی ارگشف کار نداره، گویا ای قدر در فکر وطن ای قدر محبت در رحمانوف داره که استودنت ها را جمع کرده برده اطراف خانه شبنم خدایدا داره. ای عقل بیگانه شیدن رفتن دفتر اوبسه را سنگ باران دارن. ای شرمنده شرمنده شما چکار کردیسین؟ شما با مثل در یک باطلاق افتادگیین. وقتی که انسان در باطلاق میفته، هر چند که دست پا بزنه برعکس زیر رفتن میگیره، زیر هم باطلاق شده نابود شده رفتن میگیره. این رژیم در انمو حالت های هر چند که دست پاش هم میزنه با غوطه میزنه میرود تای باطلاق. او جوانایی که شما را امروز میبرورن بازی تان میدرونن، شما کوکلا نیستین، شما در تئاتر لختکی نیستین. دست پای شما نباید برشته و زنجیر چیزا باشه که شما را بازیتان بدرونن. ای مردم درکنین، وطن شما را مبارزا نفروختن. 2 میلیون مردم را مبارزا مهاجر نکردن. زنهای تاجیکستان را مبارزا در آغوش اجنبی و پرتافتگی نیستن. شما را دیدار پدر مادرات را مبارزا دور کردگی نیستن. شما را مبارزا نمیه که در قدم امام را گل پرتا. شما را مبارزا نمیه که ما آمدم در ما قالین پرتا در تگی پام. شما باید درک کنین که کجا رفتستین. شما باید درک کنین که پیروی با کی کردستین. شما باید درک کنین که کی را محافظت کردستین. اگر هر چنده که دست پا بزنین فرق نداره، تو مبارزی، تو ظالمی، مظلومی، مهاجری، طبیبی، آموزگاری، دانشجویی، هر کس که باشه، هر چنده که دست پا بزنیم در این دنیا کس دائمی نیست. همه میره از دنیا، همه فقط نامو باقی میمونه، ناموی نیک، ناموی بد. مبارزا شما در راه بهترین شک نکنین، در قوت خودتون، در پیروزیتون شک نکنین.
قوای شما قوای رژیم زیادتر است. امروز اینا 2 سال میزنن، 2 سال زیاد چیز میزنن، سرفرای شما را نمیتونن رفته. برای چی؟ برای که شما را در دام خچان نتونیسته سر که بفتونه. به خاطری که هر یک برنامه ای که میکشن، بله ما خطاگی ها داشتیم، بعض انجا پیشپا افتادیم، پیشپای خوردیم افتادیم، نیکه از هر یک افتادن من این برای ما را درس میشود. هر یک برنامه ای که امروز شما میکشین، از داخل شما رژیم، ما در داخل تو نفر داریم، او وقتی که شما برنامه تو پره کردگی نیستیم به ما میرسونن شون. امروز شما خانه شبنم خدایده دار رفتیم، همون نفرهای را که روی کردین آل شما نرفته در ما برامدن گفتن که چی پلان دارین. از همون داخل آدماتون برای که به او خاطر همون از شما بزار شده گیان، همون را قدم های ما را انتظارن. شما ترس دارین دور نه. 4-5 روز پیش همراه یک نفره که در همین وایبر چیو میبرمد، فقط مرا دشنوم میداد، فقط دشنوم 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 دشنوم. میگم که هر یک نفر معرفی میکنه یک اویله خچا، یک حزبی خچا، سازمانی خچا، کارخانه خچا معرفی میکنه. شما نمیخواد معرفی میکنه که فقط دشنوم دشنوم دشنوم. بالاخر خواست که مطمئن باشه که مایم آواز ما بشنوه. مفتم زنگ میزنم قبول که بشنوه آوازی مرا. وقتی من ویدیو زوانو خرج کردم، به عقل نفهمید که ویدیو زوانو که چهره خچا که در اکران دید نمیدونه سرش در تای کدام مستل بزنه. تا این درجه را شما میترسین، بیچاره نمیدونه سرش در کجا بزنه دیگه چهرهش وقتی که توف در اکران. با اون نفرایی که امروز شما در خدمت رژیم طرفداری از رژیم میکنین، روزی میرسه که ما وطن فروشا را، ظالما را، خائنای وطن قطار کرده در بین مردم میبرورین، تا مردم در میدان ببینه که ای خائنو. شما کوشش کنین که در او قطار شما نباشین.